صدای منو میکنن بدیم برو مادر به هر قمی که میتونی برو با ما پایده تو که مجبور نیست تو که چطه نده امیره میخوام این مجبور شد تشکر برادر خیر بونگر شما که به هم غریبا و ماجرا و در بدن تشکر خیر ببینید یاد خدا باشید خدا روز نماز به در بارت قبول کنه که خود غریب مسکین بیچاره را یاد کنه خیر را تکیم دیگر را جگه همی پردار را نخور بس دیگر همی شعبی کن من فی الارض یرحمکم من فی السماء رحم بکنه برای کسانی که در روی زمین هستند انسان هستند و قابل رحم هستند تا اینکه خداوند تبارک و تعالی با شما رحم بکنه و مهربانی عرض ادب سلام دارم خدمت تمام خواهرها برادرای عزیزی که در پروسه خیریه با ما هستند همراه پیش میرن الله همگی تانه خوش و سرفراز داشته باشه و خداوند شما را از آفات فعلی که آمده و آفات عمومی که در زندگی هست در عرض زمان خود داشته باشه دوستای امروز طبق معمول با ده فامیل ما تقریبا پول زکات هست که 38,000 روپیه به فامیل ها توزیع میکنیم خواستیم با شما ازان هم یک جا شریکش کنیم برادرم عبدالولی جان از جرمنی روان کرده بودم خداوند ازشان قبول بکنه دیگه کتهزی به هر فامیل یک کیلو خرما هم که خواهرم حکیمی روان کرده بودن پولش به مقدار یک کیلو ده کیلو خرما هم ما برشان دادیم خداوند از اونا هم قبول بکنه و شما ازان که نیت دارین یا خیر کردین یا میکنین خداوند از شما هم قبول بکنه خواهر و برادرای ما در افغانستان از ناتوانی های خاص برخوردار هستند. کوشش بکنین که امانات تانه به دستای امانت دارای بسپارین و در این سرزمین به این مردم فقیر همراه شوین. مهم نیست کی باشه. میشه از اعضای خانواده خودتان میشه هر کس دیگه باشه. هدفی است که حق به حق دار برسه. دیگه میریم با ما یک جای بریم ببینیم. میبینیم چی گفتنی های دارن. مشکلاتشان چی هست. و ما به یزدان پول را که میتیم انشاءالله شما هم با ما یک جا باشین از رویا دیگه مرا روی کد که برو بگید مشکلش چی هست مشکلش کار غریبی بکد گای کارش میشد نمیشد باز مری شد در جای افتاد باز مرد دیگه قکس کمک نمیکن آی برای ما نمیکن یک موقع شیب در داستی اولاد ندارم این اگر کسی اگر مش قوم دادم نمره میگیری میخوری کدم خوشیم است ما بس یک جیست زندگی میکنیم دیگر اون ایوارای ما دلشت میتا دلش نشت نمیتا پایی دکت میخوریم نکت نی چی گفتنی داری کسی اگر زکات خواهده تیر حالت با ما چه فامیلا را ایمه کنند حالا که زکات خدا نهی حالت که بتن خرانتین است مردم کل اگه در خانه است دیگه بسیار خوب میشه برای مردم یک کمک است کسی که روان کده فعلا گفتنی چیز برش از او دیگه تشکری زیاد میکنیم دیگه از خاطر که در این حالت دست یک مسکین بیچاره و غریب میگیرم زنده باشین امیده به رویا تسلیم که برادرم الله خیرتان بده شما رو اجر شبتان میتونی بری
یک دانه خرما بتشه، یک دانه خرما را بگیر نمیره در وقت افطار افطار کنه و با ما هم دعا بکنیم. خواه اندک خدا انبوه سازه، خدا یک دانه را می برورانه، به هفتاد و به هفتصد می رسانه. این چنین بخشنده. خب باز مشکلت بگو یک کمه. مشکلم زیادتر از زیاد. تا یک وقت خودم کار میکردم در سرتپه بیمارو فروشی میکردم، تخم فروشی میکردم. باز تکلیف قلبیم که زیاد شده چی نتونستم. واسم توان و قدرت نداشتم که من تداعی کنم یا من یک دوای سهی بخورم که جوشم. فقط اگر رو فروشی کردم، اگر تخم فروشی کردم، میفتم اولادم دستش پیشکست دراز نشه. تا تکنو اگر براتان بگویم نخواه باور براتان به شای جمعه. یک چند خانه است که یک نان نیمه نان به نام خدا میتونم اونجا میرم و مورا میگیرم. سه هزار یک دانه خرما بتشه. خدا قبول کنه این سفای ببینی. دعا بکن در حق کسایی که زکات خدا رایی کده و حق کسایی که نکدم دعا بکن. نتانم نگه دست ما غریب و بیچاره را ملا خیرت بتن. میتونی بری خورم. سرای آخرت را کرده آب. مشکل اینه که روز روزگار ندارم و از توان پدر از اینا نمیسته که بر ما یک خرج خوراک به سه دوای ازی دیگه او کار نمیکنه، کار کراچیواری میکنه. روز نیکبخت باشه یک صد یک و نیم صد کار میکنه، روز که نباشه هم پینجار پرم کار نمیکنه. در اینی خانه زندگی میکنیم، این خانه 3000 کرایش است. اونم قمه کنه که کرا به تب اونم دمو کرای رسیدگی در خوراک ماده پوشاک. این بچه که مرنجید داره، مرنجید داره دیگه. دوای از این مادما مادما باید متداوی از این کنیم. دوای از این دکترها گفته بود که از پیشتان تاو نکنه. گفتنی چی از به کسایی که در این وقت کمک کرده بود خود زکات خود روان میکنن؟ خدا میگه مجه صاحب کنه ما به کمک ضرورت داریم، نیازمند شماست. دعا میکنین در وقت افطار برشان؟ آه دعا میکنین. میره فامیل عبدالولی جان روان کرده. خیر بینه خدا، یک پکت خورما بگیر. خواهرم همایرا خورما لطف کردن، در وقت افطار برشان دعا بکنین. یقیناً روز رستاخیز بردار. خورم مشکل چی است؟ شکر دست خفای پای شوله کرد. 6 سال تداوی شکریم، چیز که بود نمو سری زدیم خوب نشد. جوان بود، جوان بود، هنوز یک تر 45 ساله بود، یک تر موی سفید نشد، جوان بود. مولوی در سر خاک صدا کرد، گوه بیادان نان از این مرام است، فاتیگیری نکنه. دیگه چیم قصدانم است، بکل تان مالم است، یه خودش یتیم دار است، چوچه دار است. دیگه این زندگی چیشه که خانیم به خیر خلاصه که مبرم در خانه خود چوچه دار است و میورزنم هم چوچه دار است. دیگه گذران نمیشه دیگه حولی در خانه دیگه اگر یولی میشه که زنی نیام زمستان یخ میکنه زیاد، یخ میشه زمستان و این چادر است. در سفر ها یک همونت شوپنا و روزپنا برما جور کده که میورم. گفتنی چیز کسی که پیسه زکات خدا روان کرده به این فامیل هایتون؟ خدا جانشون به تیشان آجه نصیبشان کنه، در این رمضان غریب کمک میکنه. تشکر. اینی را بگیر، این یک دانم خورما بگیر، در حق هر دوشان دعا بکن. چرا که مال دنیا بر زوال است، به جز مالی که نزد ذوالجلال است. چرا که مال دنیا بر زوال است، به جز مشکلاتتان چی است خورم؟ همون مریض بودگم، مشکل همین بیچزی است. نانوار خانیتان فیلن کی است؟ هموز تا مریض از بیچاره. پدر جان یزمو 5 سالگر بودگه که از پدر مان نفس سنگی برازی پیدا شد. از این 5 سالگی که این می نفس تنگی بر از این مانده تا بینه می بود. یک روز اگر جور از باز اینم که یک ما کلپیچ می افته خون گلاوری که از دان دماغ سر می کنه. کار کده نمی تونه، پیاز پوست کده نمی تونه، سی تا یک تفلان داره. من زنش از خودش هست. مشکلات از این بسیار زیاد هست. یعنی حالا آرد نداریم، چیز نداریم. گفتنی چی از با کسایی کمک کرده دیگه؟ خیلی بینه خدا زکات خدا و بسیار بتشن آجه نصیبش کنه.
در این وقت قرانتین به ما کمک کنید. اینجام بگی یک دانم خورما بگی فامیل عبدالولی جان دعا بکنین که میتونیم بره همه تا سرای آخرت را کرده آباد. خور مشکل چی هست؟ خودم بچه ندارم، چهار تا دختر دارم. امی دخترک ماروسی کردم دادم مردم بازیش داد چون شبورد پیسک اکاشه گرفت. این امیالش هیچ بیکار بیروزگار میگردم مردم پیش شرط داده از خیلی میزنیم میکشیمید بیار پیسه ما رو بدیم. بگه خود ما اونو پیش بچندر هستم یک رکمنان یک چیزو میدیم کتم دخترک. دختر ما می نمیم جامده این امیال خانه رو دادیم میششته این امیال ده این امی گرمی دهیم روی خانه خوده یک کاسه میکنن آن میکنن. تمام زمستان پرساده نمیخونم خانه دار گرم. گفتنی چیز کسای کمک کرده در رمضان و در قرنطین؟ خدا خیرشان بده در قرنطین بر ما کمک کرده. خدا نگاهشان کن از این مرض. خدا خیرشان بده. این فامیل عبدالولی جان دعا بکنین در وقت افطارتان پیسه زکات خدا رایی کردن به شما فامیل های مستحق. مشکل چی از خوارم؟ مشکل می نمیست که نمی طفلای ما از دو تاش رفته پلاستیک فروشی میکن شاور ما موچیسته و نمی بیننش چی میکنن ما میبرم نشان تا نمیتم دیگه در موچیگری هم چیز نمیشه که بازم طفلک ها روزمره نان پیدا میکنه که یک نان خوشک یکیش تاجق فروشی میکنه یکیش هم پلاستیک فروشی پلاستیک میفروشه. کس کمک کده گفتنی تان چی از برشان؟ زنده باشم خیلی بگیرم خداوند منو بگیرم یکی بگیرم خدا از خود شما قبول کنه در بارشان آمین یک دانم خورما بگیرم. بیا خورم پیش بیا مشکل چی هست؟ و علیکم السلام کلات اخونه بین دیگه و خیلی تو خیلی دیست این بخدا بشه رد ندیست به چیزی خانه مادر این سو وقت پس آمد باش که یکار خانه ارسای کنی باش چه رقم شد خانه این دینه بخود نان نداشتی این چیز نبودی میخونی گفتنی چیز کسایی کمک کرن خدا زیاد دیشان خدا کل مسلمان دعا بکده افتار در حقشانی خورما را خوارکی میرایی کده پیسر هم فامیله برادرم قبلا نامش گرفتم فراموش شد باز نامش دعا بکن در حقشان عبدالولی البته فقیری را ببخش. چطور است مریضیت؟ باشه گل فضل خدا را گل سیاسی محبت این دوا میگیریم از پاکستان. خان گفتنی چی هست به کسایی کمکت کرده دوران مریضی و فعلا به زکات خود کمکت میگیریم خدا خیر برشان بتن خدا شد یهودی نیا برشان بتن یعنی عقد تونم خورمای کم عقد بیادر الله شفا بده تا بخیر. سلام بگو مادر چانه مشکل چیست؟ پیش بیا پیش بیا مشکل مواجی صاحب شوهر مریض است. چند طفل داری؟ شش تا قد بچه پنج تا دختر یک بچه چند ساله است طفل کلانه؟ طفل کلان چهارده ساله است. گفتنی چی است کسایی که گفتنی می نمیست خداوند حجر به تشانه خداوند گفتی اگان تا ایچ خداوند از این دنیا از دنیا خداوند نامید شان نکنه زنده باشی اون یک دانه خرما مون رو بگی هر آن کس مال خود در